با سلام و درود احترام خدمت هموطنانم، من امشب میخوام دوباره قصه رو ادامه بدم و جواب اونهایی رو که میگفتند شاه چرا این کار نکرد، شاه چرا اون کار نکرد، شاه اینجوری میکرد، شاه هزار تا رو میکشت، اینجور میشد، اونجور میشد، میخوام یه تیکش رو براتون بگم. شاهنشاه وقتی حرفا رو میشنید قطعا ته دلش هم میخندید هم های های گریه میکرد. شاهنشاه خیلی تنها بود، اکثر مشاوراش چه بخوان چه نخوان خائن بودند. من اینو شنیدم، هیچ جا سندشو ندیدم، که وقتی شاهنشاه از آمریکا برگشتن سفر آخر، عمرا رو جمع کردند و گفتن که آمریکا از ما خواسته با عراق بجنگیم. بعد شاهنشاه تو چهره تک تک اینا خیره میشه ببینه چی میگن. فقط یکیشون میگه که آخه جنگ با عراق چرا؟ چه معنی داره؟ شاهنشاه سرش رو تکون میدن با تأسف از اتاق میرن بیرون. میخوام بحث بازار رو ادامه بدم، که سرنخ بازار کجا بود و چه کار کردن با ما، به خصوص سال 56 و 57 نارضایتی درست کردند، تلاششون کردند، اما همشون سرشون یه جای دیگه بود که الان خدمتتون عرض میکنم. حالا من به قبل از جنگ جهانی اول دوم کار ندارم، ولی بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا یه اتاق فکر تشکیل داد که دنیا رو تقسیم بکنه و بگه کی چی کار بکنه کی چی کار نکنه، تقسیم کار کرد بقول معروف. من یه پرانتز رو باز کنم دوستان، این اتفاق در طول تاریخ همیشه افتاده. من چند سال پیش تو مالزی بودم، بحث بزرگی رو این قصه شد و من گفتم آقا جون نمیشه، یه سری مسیحی بودن اونجا که ما میخوایم یه کار کنیم برادری و برابری در دنیا بشود، اینجور بشود، اینجور بشود. گفتم شعار ندیم، محاله که همه انسان اینجور فکر کنند، محاله همه انسان بیان این ذکر رو بگن، محاله. علتش هم بهشون گفتم که حالا بهتون اینجا میگم، این لازم است به خصوص برای قشه دانشجو و محققه، این صحبتی که میکنم لازم است. در طول تاریخ خون صدها میلیون نفر ریخت سر همین ایده که ما بیام یه کاری بکنیم دنیا یک دست بشه، یک کاسه بشه. خیلی ها این کاری که از چنگیز رو بگیرم بره آخر تا این اواخر که ناپلئون هم خواست همین کار رو بکنه و هیتلر نژاد برتر رو میخواست به دنیا چه بکنه تحمیل بکنه و نژاد برتر باشه، همه دنیا یک دست، یه رو فکر کنن چه اشکال داره؟ اما محاله و نمیشه. این اتاق فکرم دنبال روی همون افکار هست که ما یه کاری بکنیم که تصمیم بگیریم برای دنیا. 11 نفر بودن، سه چهار تا هم علالبدر داشتن، البته حالا بگذاریم، که یکی از پایه‌هاش همین کیسینجر بود که دکتر کیسینجر و تئوریش دادن و این روزا خوشحالم میبینم که به ذلت افتاده کشورش و افکارشون به الاخر. اینا وقت دو تا فکر تشکیل دادن، آمدن کشورهای دنیا رو تقسیم کردند که این کشور گندم داره، این کشور معدن داره، این کشور نفت داره، این کشور گاز داره، این کشور دریا داره، این کشور این رو دیدن که ایران تنها کشوری است که همینا رو با هم داره. به ایران گفتن که شما به هیچ وجه وارد بحث تولید نمیشی، به هیچ وجه در فکر صادرات فلان نباشید، شما کشورتون نفت و گاز داره، معادن داره، ال داره، بل داره، فقط به فقط مصرف کننده صرف باشید تا کشور دیگه رو بیاد. خوب دقت کنید، عقل رو ببینید. دیدن شاهنشاه گوش نمیکنه. شاهنشاه بعد از صحبتی که کردن با قرار با روسیه با شوروی قرارداد بستن، اومدن و زوباهن آوردن با همه کشورام هم کار کشا. شما خیلی 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 نمیخوام بگم فوق العاده بودیم، بشر باهوش بود. اون وقت اومد جلو هر کشوری ببخشید یه لقمه انداخت جلوشون که اینا پارس نکنن. پارس هم چه ذره واقعا بعضیا آقا پارس نگو چه ابن کاس گوزتون بگذریم که اینا پاچگیری نکنین سگها، تمام دنیا رو لقمه میداد جلوشون، چیزی با ارزش میخره. مثلا اکثر کشورهای دنیا رو قرارداد بستن شاهنشاه برای کشور، برای دانش فنی اینها، برای علم اینها، برای مراکز فنی حرفه اینها. از خودشون ماشینات میگرفتن میوردن، مربی هم میوردن که به جایی که بخوان بچه ها رو بسن خارج کشور رفت بعدا میفرستادن همین اول بیان یاد بگیرن. وقتی اینا رقابت میکردن تو خودشون، ایران رو به چند قسمت تقسیم کرده و هر قسمت به یک کشور دیگه رقابت باشه. دیدگاه رو ببینید. اما رو بحث بازار، شاهنشاه رو بحث بازار واقعا کم آورد، نتونست. چرا؟ الان خدمتتون عرض می‌کنم.
بازار سالیان سال تو ایران این مافیا بره خودش داره، بازار یک چیز داره که در با روحانیت با هم دیگه اینا پشت پرده با هم هستن. اون قائله قلیون تنباکو، قائله نمیدونم شکر و قند و چای و این مسائل، اینا همه اینها پشت قصه با هم هستند. اونها یک جور شیادی میکنن، ولی بازاریا استاد روحانی هستند در کلاهبرداری، کلاه گذاشتن، کلاه شرعی گذاشتن، اند خلاف دنیا و اند زیر دین هستن. اگه مکه میرن میان میگفتن دیگه حالا حاجی دو سوی بخور رفتم اونجا توبه کردم حالا دیگه من پاک هستم، این دیدگاه هاشون بود. ولی همشون دروغ میگفتند، همشون دروغ میگفتند، همشون کم فروشی میکردند، همشون گران فروشی میکردند. مثلا یک گوسن میخواست بخره، از میخواست بخره بلند آه چیزی نداره، میخواست بفروشه اوه ماشاءالله. اینا ذاتشون همینه. اما چه اتفاقی افتاد که بازار از خمینی دجال جنایتکار دفاع کرد، سرنخش توی اتاق فکر آمریکا و پشت قصه ساز ملل و اینا خودش بود، این یه یهودی بود تو قصه. یهودی ها به خاطر منافع خودشون و ضرر نکردن این کاری کردن که بعد یک اشتباه بزرگ استراتژیک دست باکی کردن که آخر به نابودی اینها ختم خواهد شد، گرفتن وثیقه ملکی و وام دادن و این نابودشون کرده و امروز سردان به سرشون با سر با زمین خواهند بود. اما وقتی اتاقه به شاهنشاه اینو گفت، شاهنشاه خندیدم چیزی خاصی نگفتن، نگفتن آره گفتن نه و آمدن شروع کردن به کار کردن. آمدن کارخونجا رو انداختن، تولید رو انداختن، صادرات میکردن، کفش ملی به فرانسه صادر میشد، لباس جانکوی بربر صادر میشد و و و همه اینها صادر میشد. کار کرد تا جای کامیون صادر میکردن، ماشین سواری صادر میکردن و از این حرفا. اینا دیدن که نمیشه، هر کاری کردن شاه نمیشه. گفتن این از قوانین اتاق فکر ما سرپیچی کرده، چی کار کنیم چی کار نکنیم. چند تا نویسنده مزدور یا دانسته ندسته مقاله دان نوشتن بین مردم شیعه و مردم افراد معمولی سنی و شیعه و امثال هم و افرادی که بیدین بودن جنگ را انداختن، جنگ روانی را انداختن. از توی اون روحانیونی که شروع بازدر آوردن یه در دستچین کرد و از توی اونها خواستن یه سری بازاری رو مطرح کنند، بازاریه که توان داشته باشند و اینا هم حمایتشون میکنند که بازار دستشون باشه در مقابل تولید، در مقابل صادرات، در مقابل کار ریشه‌ای و در مقابل این نفت و گاز هزینه سازی بکنند که شاه شکست بخوره. روحانیون هم مبلغ اینها باشند و اونها هم از جو حمایت میکردند. در تمام ادارات اینا آدم گذاشتن. مثال براتون میزنم، مثلا شما میرفتی صنایع میخواستیم این ماشینات رو بیاری، اون مافیایی که اونها در مثلا در از آلمان بره در ایتالیا داشت نمیذاشت، گفت نه این ماشین مجوز، این ماشین مجوز. حالا اینها آمدن بلافاصله از سال 51 52 تا سال 53 54 با همکاری مختلفه و خیلی های دیگه چندین و چند گروه شدن. تو ایران 7 نفر بودن که اینا 70 نفر زیر مجموعه شون بود، ولی 70 نفر شاید نمی‌دونستن این 7 نفر سرنخش رو تو اتاق فکر آمریکاست، در کشاورزی، در صنایع، در شیلات، در دامداری ها و همه اینا که بیام تمام اینها آدم گذاشتند. اولین کاری که کردن گفتن بیایم کالاهای استراتژیک رو ضعیفش کنیم، تولیدش بریم پایین، ذرت، جو، گندم، برنج و و و امثال پنبه، به خصوص پنبه ما جز 3-4 پنبه خوبی دنیا بود. صنایع دستی، فرش، شیلات، همه جا اینها چرا کردن؟ شروع کردن به بررسی، چایی شروع کردن به بررسی کردن و گفتن آقا چه کارهایی بکنیم که اینا اتفاق نیفته، نتونه شاه انجام بده. و از این ورم بازار می اومد و بر اساس فکر اونا که این حرفشون این بود که بابا ما خیر ایران میخوایم، شما داریم خیر خدا و مردم کار میکنید، شاه اشتباه میکنه. وقتی کارخونه مینو را افتاد، در تبریز کارخونه شکلات سازی و ابزار را افتاد، خال تو چشمون اتاق فکر بود. چرا؟ چون مثلا به حرف ما گوش نکردن. حالا چی شد؟ اینقدر چیدید که دنبتون؟ چرا دنیا با آتش کشیده شده؟ چرا خودتون تای چه هستید؟ و چای فاضلاب که روز به روز تو میریزه. آقای کیسینجر کجایی؟ خفه شدی؟ لال شدی؟ اون یهودی ها کجا هستند؟ و اینها شدن، این 7 نفر شدن مافیای جهانی در خدمت مافیا جهانی برای نابودی اقتصاد. آمدن توتون رو که حالا ما کلا باش مخالف، اما توتون رو بردن توتون دیگه جاش بردن
و همینجور کاری کردن مواد غذایی رو و کاری کردن که مردم مثلا برفر سیب زمینی امسال میرفتن میخریدن میختن یا از قبل میخریدن که گرون بشه، نارضایتی در مردم شروع کردن ایجاد کردن. اولین کارشون با سیب زمینی پیاز بود یادمه، ولی موقع نمیدونستن این مسائل ها. اینا بعدن که بازار مشهد و مدینه خود سنم به 14-15 سال رسید فهمیدم. مثلا بازاره مشهد، خیام سعدی مشهد، سر اون سرایی به اصطلاح سعدی به خیام پهلوی یک مسجد اون گوشه بالا هست، بازاری که صبح تا شب عرق خوری میکنه، قماربازی میکنه، صد تا کار کثیف میکنه. میرسید به ایام ماه محرم و امسال هم میرفت یک دستگاه بود اینقدی 14 تا یا 12 تا یا 16 تا یادم نیست کاست میذاشید 5 دقیقه دو طرف پر میکرد. تفلان مسلم بریز تو بازار کافی هم که از اون بر بازاری که سر تا پاش لجن و دروغ و کثافت دزدی و مال مردم خوری و رباست، تفلان مسلم پر میکرد میاد بازار. آه ببرید خودش میشه تو گوشی مسجد اینجوری زار میزد. در نتیجه مافیای جهانی با کمک داخلی خودمون، بازاری خودمون، لطمه بزرگی رو به کشور زدند. زمانی که فروشگاه کوروش را افتاد، زمانی که جامکو را افتاد، قصابخانه صنعتی را افتاد، اینها داشتن سکته میکردن که اینا واردات بشه. اگه گوشت یخی میومد واسه چیزی، ببین چه فتواها داد، چه بلاها سر گوشت در آوردن. واردات گوشت یه مقدار چی شد، خودشون از دامداری ها رو کاری میکرده کار نکنه، از این کار میکردند. در مقابل مافیای داخلی که بازار بود اسمش، که اکثر میگم اکثریت میگم همشون در خدمت مافیای جهانی بودند و آمدند و ظلم و ستم در حق ملت و این کشور کردند. خودشون هم الان جز بدبختترین های روزگار و تا ابد اسمش در تاریخ خواهد موند، بعد جنایتشون رو خواهد شد که چه بلاها آورده. مثلا سر برنج، برنج یکی از کارهای استراتژیک ما بود، در تمام دنیا پخش میشد، شهرت داشت. آمدن اولین کاری کردن برنج و چای نابود بکنن، زمینه برنج همه رو گرفتن بلافاصله واسه شارژش بردن، آمدن کردن کیوی. کیوی زمینه برنجکاری رو صدها رو اینا همه رو آمدن کاری کردن نشه. آمدن تخم گوجه فرنگی، خیار و و و فلان با کودش و با سمش از هلند وارد کردن. ایران نیاز نداره، مردم ایران دارند. همون حرفی که هاشمی جنایتکار در قشم از سال 1372 که مردم ها چه شده موز بخورن 50-60 درصد منابع ارزی کشور دارن به تجار با دلار 120 تومن موز وارد بکنن، فلان بکنن، تجار وارد بکنن. سبد هزینه رو به هم زدن. هنوز بانک تجارت و بانک ملت از سال 1372 ارز به بانک‌های خارجی بدهکار داره بهرهشون میده. ارز 120 تومن داد، 125 تومن خواست بگیره که دلار شد 400 تومن شد فلان، تا الان به قیمت رسیده. هنوز رو خط قرمز هستند. سر ندارم کاری و یا در خیال خدمت مافیا بودن. رفتن از یک چی بهتون میگم، یک پشکل نمیفهمید، ولی خوب بهش توش کار میکردند، موفق هم بودند. دلم خیلی درد میاد. اوقاف، پارچه، صنایع پارچه، سوخت، تربار و باغات، ترابری، ساختمان، فولاد و آهن و معادن و این بخش ها، همه اینها چیکار کردن؟ نفوذ داشتن توش و سرنخ اونجا بود که این کارها رو بکنه، اینجوری بشه که مردم از دولت زده بشن و اگه دولت امتماعی همه از اون خوش تبلیغ میکنه این همه فلان داره، ولی در اصل اونجا بود که ایران تولید نکند. شاهنشاه اینا رو میدونست. بعد اونایی که انتقاد میکردن رو چی میخواد بگه؟ برای همه گرفت دیکته بگه، برای انشا بگی. خیلی سعی کرد، خیلی تلاش کرد، ولی یکی از چیزهای شاه رو خسته کرد، بازار بود. و پولا کلان فرستادن برای آقای خمینی فلان فلان بیسار بمادن، هواپیما چارتر کردن، ال کردن، بل کردن که بیان و کشور رو از عرش به فرش بیارند. بیز ذلت خفت میشونن. این ننگ در تاریخ برای بازاری خواهد موند و هر کسی رو دفاع بخواد بکنه بستتون، همین ننگ گوش کنید بستتون. من خیلی نمیشه گفت، وقت نیست بخوام بگم. آه شاد دنبال شماست. شما بازاری هر چی بیاد سرتونه، اتاق فکرم پاشید سبی رفت به کارش. هیچ جا موفق نبود، در هیچ جا موفق نبود، همه جا شکست خورد. مگه میتونی دنیا رو یه دستی کاسه بکنی؟ تو واسه دنیا تصمیم، تو کی هستی؟ ناپلئون کشت، هیتلر کشت،
چنگیز کش نتونست، تو میخواستی با این کار این کارو بکنی که شاه جلو شما وایساده. شاه نعمتی واسه دنیا بود نه واسه ایران. شاه عظمتی برای دنیا بود، برای همه فکر میکرد. این شماها نبود، عقده ای نبود، حس حسود نبود، بخیل نبود. شاهنشاه فرمودن من برم، ایران میره. ایران بره خاورمیانه که نقطه استراتژیک دنیاست میره و وحشت بزرگ دنیا رو میگیره. مبارکتون باشه این وحشت بزرگ. لیاقت نداشتید. با صحبت خواهم کرد. ایام به کام بزرگ.